همکارم صادق سوا اینجا در استودیو همراه من هستن تا بیشتر در این مورد صحبت کنیم آقای سوا شما همون موقع در بی بی سی ورد کار می‌کردید و خب مطمئنا خیلی در این مورد حرف زده می‌شد چه می‌گفتید و چه می‌شنیدید قبل از هر چیز باید بگم واقعا این روز سیاهی برای بی بی سی تشکیلاتی با این اهمیت با این گستردگی در سطح جهان واقعا با بحران بسیار بزرگی روبرو شده کار شرم‌آوری صورت گرفته در اونجا من بعید میدونم که بی بی سی بتونه به راحتی خودش و از این دامی که برای خودش انداخته و چایی که برای خودش کنده به راحتی بتونه بیاد بیرون بسیار روز وحشتناکی برای بی بی سی برای من که وقتی در بی بی سی کار میکردم گفتن این کلمات آسون نیست بله در 1995 که این مصاحبه پخش شد مارتین بشیر کسی که مصاحبه را انجام داد مثل ماهای خبرنگار معمولی در بی, بی سی بود اصلا کسی نمیدن نه... واقعا کسی نمیشناخته این آدم معمولی بود در بی بی سی او بعد از این مصاحبه به خصوص بعد از اینکه با مایکل جکسون هم مصاحبه کرد معروف شد ولی اون باقی آدم معمولی بود از همون روزایی که یه دفعه معلوم شد ای میخواد مصاحبه را انجام بده یا موقعی که مصاحبه پخش شد همه میپرسیدن چرا مارتین بشیر او چه ویژگی داشت که دایانا پرنسس دایانا علاوه بر این همه خبرنگار مهم در بی بی سی بودن اونو انتخاب کرده برای این کار خب معلوم شد برای چی؟ برای که او فریب داده بود پرنسس دایانا رو و این اولین پرسشیه که باید ادیتور برنامه پانوراما یا هر ادیتور دیگری از مارتین بشیر میپرسید یا بین خودشون بحث میکردن که چرا اینو انتخاب کردن هرگز چنین چیزی صورت نگرفت یعنی مشکل از همون ابتدای کار وجود داشت این باره خب این سوال مطرح مطرحه بعد ها معلوم شد اسنادی در این مورد اومد حتی کسی که با بشیر همکاری کرده بود هم صحبت کرد چرا بی بی سی سکوت کرد کسی که اون اسناد جل کرد یه خودش یک در بی بی سی کار میکرد کار گرافیک میکرد او میگه به محض اینکه من اون شب و مصاحبه رو دیدم روز بعد تماس گرفتم با بی بی سی گفتم آقا این مارتین از من خواسته بود من یه سند دیرم در مورد مسائل دایانا و اینا جلب بکنم و حالا این پخش شده حتما این رابطه ای هست یعنی اینطوری نیست که بی بی سی بگه ما نمیدونستیم یه گاهی اوقات هست که یک خبرنگاری اشتباه میکنه میشه همه ما ممکنه در زندگی اشتباه یه تشکیلات بین این بزرگی مثل بی بی سی از اینکه درش اشتباه صورت بگیره طبیعیه مسئله اینجاست که بعد از اینکه فهمیدی اشتباه صورت گرفته چه میکنی برای بی بی سی اون چی که به نظر میاد مهم بود حفظ اعتبار سازمانی و تشکیلاتی خودش بود تا پایبندی به ارزش ها و اصولی که بی بی سی همیشه مفتخر بوده بهش یعنی اون چیزی که براش برای اینکه بی بی سی میدونست اگه این مسئله در بیرون درز پیدا بکنه باعث میشه که ضربه بسیار سنگینی به اعتبارش بخوره بنابراین بهترین راه رو لاپوشانی دیدن و این از تشکیلاتی مثل بی بی سی که به صداقت و درستکاری و اعتماد و انصاف معروفه واقعا و وحشتناکی که این کاری کردن و برای 25 سال همونطور که تو گزارش هم دیدیم هر کسی یه چیزی میگفت در داخل بی بی سی آقا میگفت شما حسودید شما میخواستیم بکنید نشد مارتین کرده و فلان و از این حرفا خب خیلی کوتاه نگاه بکنیم خودتون اولش گفتید یه روز خیلی سیاهه ولی آیا تاثیری روی ساختار بی بی سی خواهد به نظر من بی بی سی ضربه بسیار سنگینی بهش خورده و به این راحتی نمیتونه اعتبار از دست رفتن دوباره کسب بکنه با توجب های و با توجه به اینکه الان ما یه دولت محافظه کار در بریتانیا سر کار داریم که با بی بی سی مخالفه با توجه به اینکه شبکه های اجتماعی هست و نوع خبررسانی سنتی بی بی سی تحت خطره به نظر من آینده بی بی سی اصولا در خطره و بعد بی بی سی تشکیلاتی شده که نمیتونه تغییر بکنه نه فقط بخش انگلیسی بی بی سی بخش زبان ها بخش فارسی غیره به یک مدل خبررسانی اینا پایبند هستن که با تغییراتی که در اون جایی که برنامه پخش میکنه هر تغییری صورت بگیره نمیبینن و در انگلیس هم هر تغییری صورت میگیره بی بی سی همچنان مثل سابق عمل میکنه به نظر من آینده بی بی سی متاسفانه فکر میکنید بخش حداقل زبان های خارجی تحت تاثیر قرار زبان های خارجی هم تا تاثیر قرار بگیره و بی بی سی ممکنه کوچیک ترش بکنه کوچیک ترش بکنن دیگه زبان های خارجی بی بی سی نمیتونه پولشون رو بده و در اون صورت ممکنه به زبان های خارجی دوباره برگردن به سیستم قبلی جزء وزارت خارجه بشه و اونا به عنوان قدرت نرم ازش استفاده بکنن همکارم صادق سوا ممنونم از اینکه ما را همراهی کردید